بنام خداوند بخشنده و مهربان با تقدیم سلام به یک زیگر از ویدیو های این چینل خوش آمدید و تقاضا میکنیم تا آخری ویدیو با ما باشید. اعلام آمادگی نیروهای دولتی افغانستان برای هر گونه جنگ احتمالی در این کشور. رئیس عمومی امنیت ملی و معاون رئیس ستاد ارتش افغانستان میگوید که رای جنگ طالبان تغییر نکرده و همواره برای افزایش خشونت ها تلاش میکنند. با گزارش سپوتنیک به نقل از آریانا نیوز، کمیسیون های امنیت داخلی و امور دفاعی مجلس نمایندگان، سرپرست وزارت امور داخله، رئیس عمومی امنیت ملی و معاون رئیس ستاد ارتش را از بهر افزایش نامنی ها و میزان تلفات برای پاسخگویی فراخواندند. احمد ضیاء سراج رئیس امنیت ملی با توجه به نشست های صلح گفت که این نشست دشوار است که نشست ترکیه به نتیجه برسد و از همین رو آمادگی کامل برای یک جنگ احتمالی دیگر گرفته شده است. احمد ضیاء سراج رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان در این باره گفت امیدواری کلان برای سال پیدا شده، اما امیدواری را ما نمی بینیم که طالب تغییر کرده باشد و هیچ تغییر نکرده به اندازه سر سوزن و توقع مردم از نشست استانبول است که سخت است که به نتیجه برسد و طالبان پس از توافق صلح با امریکا 24% تحرکاتشان را افزایش داده و در جریان یک سال 20600 حمله را انجام دادند. در همین حال وزارت امور داخله میگوید که به زودی 10 ولایتی که در تهدید بلند قرار دارد اکمال خواهد شد تا جلو تحرکات بیشتر دشمن گرفته شود. حیات الله حیات سرپرست وزارت امور داخله در این باره گفت ما برای 10 ولایتی که در تهدید بلند قرار دارد تا اول ماه می تمامی امکانات و اکمالات را می رسانیم تا نیروهای ما در دفاع از کشور و مردم با چالش مواجه نشوند. اقبال علی مرادی معاون رئیس ستاد ارتش کشور در این باره گفت پلان عملیاتی 14 سرد را آماده کردیم و عملیات های خود را در 9 ولایت و شهرها آغاز می کنیم. در همین حال رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان می گوید در صورتی که نشست های صلح به نتیجه نرسد حکومت مکلف است تا امنیت مردم را بگیرد. خان آقا رضایی رئیس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان در این باره گفت اگر پروسه صلح نتیجه ندهد وضعیت اداره خواهد شد و توانایی مدیریتش را شما بزرگان امنیتی دارید و چرا اکمالات به وقت و زمانش برای نظامیان کشور صورت نمیگیرد. میر حیدر افضلی رئیس کمیسیون امور دفاعی مجلس نمایندگان در این باره گفت متاسفانه هماهنگی لازم میان امنیت ملی دفاع و امور داخله وجود ندارد و این کار یک مشکل جدی در جنگ است. فضل کریم ایماق عضو دیگر مجلس نمایندگان در این باره گفت پیشتر ولسوالی های کشور در محاصره قرار دارند و راههای امنیت نیست. چه زمانی نیروهای امنیتی در وظایفشان درست عمل می کنند؟ پس از پایان بحث های مسئولان امنیتی با اعضای کمیسیون های امنیت داخلی و امور دفاعی وزارت امور داخله و دفاع نتوانستند تا قناعت اعضای این کمیسیون را فراهم نماید و از همین رو قرار است تا گزارش این نشست به تالار عمومی مجلس نمایندگان ارائه شود. واحد نجن حریف روسش را شکست داد. ورزشکار مبارزات آزاد کشور توانست حریف روسیه را شکست دهد. به گزارش سپوتنیک واحد نجن ورزشکار مبارزات آزاد کشور توانست ورزشکار مبارزات آزاد روسیه را شکست دهد. واحد نجن پس از 3 راوند و با کسب امتیاز در سازمان فایت نایت و در یک مبارزه جذاب و دیدنی توانست حریف روسش را در شهر مسکو پایتخت روسیه شکست دهد. اصولنامه مشترک نشست استانبول، حکومت انتقالی و طرح کاهش خشونت. در آستانه برگزاری نشست استانبول، امریکا، قطر، ترکیه و سازمان ملل اصولنامه نمادهای را به عهدهای دولت و طالبان سپرده است. حکومت مشارکتی، انتقالی و طرح کاهش خشونت بخش از این اصولنامه است. گزارش شده که از طرفهای افغانی صلح خواسته شده تا پیش از نشست استانبول در مورد این اصولنامه به یک دیدگاه واحد برسند و در جریان نشست درباره آن به توافق دست یابند. در بخش از این اصولنامه آمده است ما به یک حکومت مشارکتی، نمایندهی
فراگیر، قابل قبول و پاسخگو در برابر مردم افغانستان که در چارچوب قانون اساسی عمل نمایند متحد هستیم. ما توافق می نماییم که به صورت جهت دستیابی به یک مشارکت سیاسی که شامل یک اداره انتقال قابل قبول متقبل برای یک دوره معین که بتواند منجر به حکومت جدید دائمی و پایان قطعی منازعه گردد اقدام نماییم. در ماده پنجم اصولنامه سه کشور و سازمان ملل با تاکید بر تنوع قومی در قدرت گفته شده که تمام ترتیبات سیاسی آینده ضروری است که بازتاب دهنده این تمنع از طریق تضمین حقوق مساوی برای همه شهروندان بدون هر گونه تبعیض باشد. در این ماده همچنین تاکید شده که زنان باید شریک مساوی در تمام زمینه های زندگی بوده و حقوقشان در چارچوب ارزش های اسلامی و همخواهی با مکلفیت های بین المللی افغانستان حفاظت و حمایت خواهد شد. در بخش دیگر از اصولنامه آمده است که حکومت آینده برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی متوازن به خاطر نجات مردم افغانستان از فقر تا بتواند یک صلح با عزت زندگی نمایند روی دست میگیرد. در ماه هشتم این اصولنامه است در ماده هشتم این اصولنامه است افغانستان رابط و دوستانه را با همسایگان کشورهای منطقه و فراتر از جامعه بین المللی ایجاد نماید. ما تعهد می نماییم این تضمین را بدهیم که افغانستان تبدیل به منبع تهدید برای کشورهای دیگر نگردیده و اجازه نخواهد داد که فرد و یا گروه دیگر از خاک افغانستان کشورهای دیگر را تهدید نموده و در عین حال افغانستان را در مقابل مداخله بیرونی حفاظت نماید. در ماده نهم این اصولنامه آمده است ما یک روند گفتگو و مذاکره صلح‌آمیز به منظور تطبیق این اصول در راستای دستیابی به سیستم عبوری و در نهایت ایجاد یک ساختار سیاسی در فضای بدور از خشونت و احترام متقابل تعهد میکنیم. در اصولنامه مشترک امریکا، ترکیه، قطر و سازمان ملل آمده است که هیئت مذاکره کننده دولت افغانستان پس از غور و بررسی اصولنامه دیروز دیدگاه ها و نظریات خیش را پیرامون اصول مشترک به عهدهای چهارگانه تسلیم نمودند که شامل مورد ذیل می باشد: دین مبین اسلام، تاریخ و عنعنات مردم اساس واحد ملی افغانستان است. کشورهای منطقه و همسایه از ورود جنگیان خارجی به افغانستان باید جلوگیری نمایند. سرنوشت و آینده سیاسی افغانستان را باید انتخابات آزاد و شفاف تضمین نماید. هرگاه در افغانستان صلح به میان آمد، بعد از مدت کوتاه جنگ‌های داخلی آغاز گردید. پس لازم است برای جلوگیری از تکرار آن تضمین وجود داشته باشد. در اصولنامه گفته شده که طالبان برای اشتراک در نشست استانبول در اصول موافقت کردند و در عین حال برای تصمیم گیری در مورد طرح سه ماهی کاهش خشونت از امریکا، ترکیه، قطر و سازمان ملل 3 روز فرصت خواسته است.